دوستان عزیز، سلام. با احترام و آرزو و امید سلامتی و سرور برای همه شنوندگان فارسی زبان و غیره، برنامه امروز رو که آخرین برنامه از این سری برنامه هاست شروع می کنم. در ابتدا بیانی از حضرت عبدالبها در مورد امام رحمان که لقبی است که در آثار بهایی به نسوان و یا خانم های بهایی داده میشه و عبارت است از منظور این هست که این خانم ها تعلقشون و نسبتشون و رابطشون با حق هست و حضرت رحمان هست و از این جهت احترامشون واجب هست و روشی که بهاشون سلوک میشه. در مورد رجال و آقایون عباد الله میگن که اینم احترام به هر حال به هر جهت هست. در این بیان هست عبدالبها میفرمایند که ای امام رحمان، مانند سایر زنان همت را پست ندارید و به عالم ترابی قناعت ننمایید. توجه به ملکوت ابها نمایید و توسل به رب اعلا جویید تا از آلودگی حواجس امکانیه مقدس و مبرا شوید و در هویت قلب احساسات روحانیه و سموحات رحمانیه جلوه نماید. از عالم بشری قدمی پیشتر نهید و از ظلمات این عالم تنگ و تاریک نجات یافته به جهان وسیع فسیح نورانی راه یابید. به مقامی رسید که هرچند بر عرض قبر نشسته اید ولیکن به ملأ اعلی پیوسته و روی زمین معش به حرکت می نمایید ولیکن روح در ملکوت ابها در سیر و تماشا. تا به این مقام انسان نیاید در هیچ مقامی نپاید. هر دم هوسی رخ دهد و در هر نفسی فکری پیش روید. حصول این مقام به سبب ثبوت و استقامت هست که لایتغیر و لایتبدل است، مگر غضب الهی احاطه نماید و ثم رددناه اسفل السافلین تحقیق یابد. اعوذنا لله و ایاکم من هبوط بعد صعود و من الخمود بعد الوقود من الظلمات بعد الانوار من الحجبات بعد ظهور الاسرار. خب به طور خیلی ساده میفهمون که باید از این خصوصیات بشریه. اکثر اوقات ما اشتباهات که میکنیم یه جمله قبلش میگیم خب منم بشرم. اینجا توقع هست از امام رحمان و عباد رحمان و بهائیان که میفهمم قدمی از عالم بشری پیشتر نهید. در خیلی از آثار اصلی امرالله به انگلیسی ترجمه فرمودن سوپر هیومن افورتس. توقع هست که از این بهانه هایی که ما هم بشر هستیم جلوتر بریم. میفهمان از عالم بشری قدمی پیشتر نهید، از ظلمات این عالم تنگ و تاریک نجات یافته. بعد میفهمان به حالتی برسی که هست مسیح هم میفرماید که کسانی به ملکوت و آسمان راه پیدا میکنن که همین الان هم در ملکوت باشن، یعنی بدنشون روی زمینه ولی افکارشون و روحشون ملکوتیه.
بس بالا میفهمن همین حالت رو باید داشته باشی. هرچند بر عرض قبرها نشسته اید ظاهرا روی کره زمین و در بین مردم، ولیکن به ملای اعلا پیوسته و در این حالت میفهمن تا به این مقام انسان در نیاید، تا این حالت بهش دست نده، اون استقامت روحانی نیست. میشی مثل آبکش یا صافی توی آب. شیرازی هم میگن ترشباله و تراوش بیاری. یعنی چی؟ یعنی تو جلسه هستیم، تو جلسه دعا هستیم، آیات و الوا خونده میشه، این تراوش پیاله آبکش صافی تو آبکش هست پر پر، تا میاد بیرون میاریم بیرون این آبا خالی میشه. این حالت وقتی که ما هنوز این اتصال به ملکوت و ملای اعلا نداریم، حالت روحانی داریم، تا جلسات در جلسات هستیم، تا مناجات میخونیم، نماز میخونیم، تا یه تبلیغات تلویزیونی راجع به مسائل مادی میاد میریم تو اون عالم، تا یه نفر کمی تحریکمون میکنه عصبانی میشیم و زمین و زمون رو میخواییم به هم بریزیم و دمدمی مزاج و استقرار نداریم. چرا که هنوز زمینی هست، باید سیم و آنتن وصل بشه به جایی که تزلزل نیست، استقامت هست، عالم ملکوت هست. بعدش میفهمون که اگه اینجور نشیم هر دم حوثی رخ دهد، هر نفسی فکری پیش آید، و بعدش میفهمون و این لایت غیر و لایت بدل، این تبدیل نمیشه مگر غضب الهی احاطه نماید، مگر اینکه خدای نکرده مسیح رو که طلا کردیم یه بار ازل از حضرت بهاءالله پرسیده بود مگه میشه طلای مسی که طلا شده دوباره مس بشه؟ دلیل رو میفهمون بله که میشه. و این حالته مگر غضب الهی احاطه نماید و برگردیم اسفل سافلی، میفهمون پناه و خدا میبریم از حبوط بعد از صعود، یعنی مثل صعود کنه بعد از اینکه انسان صعود کرده، ترقی کرده، از عالم پایین تر، از مقام پایین بالاتر رفته، دوباره صعود کنه. و من الظلمات بعد الانوار، استغفرالله، پناه به خدا میبریم اینکه انسان دوباره بعد از اینکه به نور رسیده دوباره برگرده به تاریکی. و من الحجبات بعد ظهور الاسرار، بعد از اینکه اسراری بهش کشف شده دوباره کور و نفهم بشه، حجاب جلوی چشمش بود. این بیان رو با بیان دیگر، بیانات دیگر در واقع اگر اجازه بدید یه لوح دیگه هم هست از حضرت عبدالبها، بازم به امام رحمان فرمودن، فارسیش نیست، انگلیسی و عربیش هست، چون با عربی فرمودن لوح نازل شده. من مضمون بیان مبارک رو میگم خدمتون. میفرمایند یکی از خانمهای احبا، فکر میکنم ایرانی نبودن، ای جوهر روحانیت بدان که خانم ها نسا بر دو قسمان منقسمت الى القسمین، قسم من هم یک قسمتشون جسمانیه، یک سری از خانم ها افرادی هستن جسمانی و برای آنها نصیبی از مواهب الهی نیست، چرا که همش در فکر حواجس و ارتباطات جسمانی هستند و به جور جسم چیزی فکر نمی کنند. و جسم هم که مگر چقدر زیبایی، چند سال سلامتی یا زیبایی داره، مگر چقدر دوام داره. و از این عالم که ما میریم دیگه ما زن یا مرد نیستیم، روح هستیم. در عالم روح آنچه که مهمه صفات و کمالات روحانی است. زیبایی رو با مقیاس های کمالات روحانی، نه با چشم و ابرو و قد و هیکل. این مقیاس ها نیست، حتی جنسیت نیست.
میفهمان اونایی که جسمانیان نصیبی از مواهب الهی براشون نیست و اونهایی که روحانی هستن اونها مثل نبض عالم هستن، مثل در هاولا که نبض الشریان نبازات فی جسم الامکان، مثل نبضی که در جسم عالم امکان میزنه، این خانم های روحانی عالم رو زنده نگه میدارن و در همیشه در حال زدن هستند، در حال حرکت هستند، در فی هیکل الوجود، تا این که حتی تدعین الکل الی السجود رب المعبود، که همه رو هدایت کنند، مردان رو و زنان رو، خانمای روحانی، نماع روحانی و رحمانی، هدایت کنند به سوی سجود رب المعبود. این کار و وظیفه این حضرات و این خانم ها خدا برای این خلقشون کرده. و الان میخوام براتون یه بیان دیگه از بالا که میفهمان اگر رباط حجازی با تن خانم ها با جواهرالات بدون پوشش بیرون میان، اینا باید بتونن سفرها و فعالیتهاشون رو بکنن و بدون حزن و اندوه و ترس به مکامنشون برگردن به خاطر این مأموریتشون. از بالا نمیفهمن این خانوم ها رو آزاد بذاریم برای هوا و هوس. یک ضرب المثل سرخپوستی چند وقت پیش من دیدم که الان میخونیم، یه مقاله داریم خواهیم خون. تو این مقاله صحبت میشه از این که ادیان همیشه وجود داشتن، شاید به اون مقاله هم نرسیم البته، ولی ادیان وقتی میگن 24000 پیغمبر، حالا کمتر یا بیشتر، چه اون قبول داشته باشیم چه نه، خداوند هیچ بشری رو در هیچ کجای عالم بدون الهامات نذاشته. در هر قبیله‌ای، در هر گروهی، در آفریقا، در بین سرخپوستان آمریکا، کلان آمریکا جنوبی، لاتین، مرکزی، شمالی تقسیم شده، در همه عالم افرادی بودن در بین هر گروهی که زبده‌تر، نخبه‌تر و الهامات بهشون رسیده. این مذهب المثل سرخپوستی میگه که وظیفه زن اینه که مردان رو به طرف روح اعظم مرکزی، چون به انگلیسی خوندم the origin، که ما از اون منشأ گرفتیم، هدایت کنیم. و وظیفه مرد اینه که از زن حمایت کنه تا کارش رو انجام بده. بنابراین میبینیم که این همه قدرت، زیبایی، تسلط و جذابیت داده شده برای یک مأموریتی، و اگر این وسط خدای نکرده خانم ها این مأموریتشون رو به طرف امیال شخصی تغییر بدن، میبینید که وضع عالم چقدر بد خواهد شد. و من اینا رو روی فیسبوک گذاشته بودم، هر دو، هم اون زبان مثل سرخپوستی رو و هم این لوح هست عبدالبها رو به انگلیسی و هم به عربی. یه سوالی شده بوده راجع به یکی از همین سوالاتی که این آقایی که همیشه مبارز میطلبه، یکی از حرفاش این بوده که تاریخ نبیل، پنجشیشون میگن ما هزاران دلایل داریم که از این بیشتر، هزاران دلایل خود ما نوشتیم تلخیص تاریخ نبیل، یعنی خلاصه شده یه تاریخ نبی. این خلاصه اون، حالا چرا خلاصه و چه چیزایی هست شده؟ مقدار زیادی از مطالبی که چه حضرت بهاءالله، چه حضرت عبدالبها مرکز میثاق، چه حضرت ولی امرالله شوقی ربانی حذف میکردن از کتب، خوارق العاداتی بوده که احبا بهش اشاره میکردن، معجزات، خوارق العادات، چیزایی که میدیدن که، و ابدا به هیچ وجه نمیخواستن که این مطالب نوشته بشه و امر رو از طریق این مطالب اثبات کنیم.
میفهمان عظمت امر به مأموریتی که داره، به قدرتی که داره که مردم رو دگرگون و تقلیب میکنه، خلق جدید میکنه، انسان تازه‌ای میکنه، روحانیت بهشون میده، کمالات بهشون میده از طریق خوندن آیات و الواح و مناجات و بیانات الهی. و به هیچ وجه حتی از بالا در این برنامه میفهمن از خدا بترسید و ذکر خوارق عادات نکنید، چرا که این مسائل اول کسی که ایمان نداره باور نمیکنه، کسی که ایمان داره احتیاج نداره. و این مطالب حس شد معمولا در تمام اسفار است عبدالبها یا تمام بیاناتی که زائرین می نوشتن، وقتی مگر اونایش که تا حد زیادی دیگه اصرار میکردن یا غیر بهایی ها می نوشتن یا تاریخ نویسان فقط با بهایی طرف نبودیم و با قیمت اتفاقاتی که در شهر تبرسی می افتاد یا وقتی که تیرباران شدن هست رب علا و بار اول پیداشون نکردن یا وقتی علی خان ماکویی به قلعه میرفت و با اینکه قلعه درش قفل بود هست علا رو بیرون مشغول وضو دید و اتفاقاتی که غیر بهایی ها ذکر کردن در تاریخ نوشته شده دهن به دهن گشته، ولی تاریخی رو که احبا می نویسن از ذکر خوارق عادات همیشه ممنوع هستن. مطلب دیگه دوستی پرسیده که همیشه ما دو جور مطلب میشتونیم که حکومت بهایی وجود نداره و نخواهد داشت و احبا، در حالی که مطالبی که گفته میشه حکایت از این قلبه و سلطه میکنه. بعد من به جای این که ایشون گفته که من میگم به فرض این که باشه یا نباشه، اگر تمام یا اکثریت مردم یه مملکتی بهایی بشن چی؟ در اون شرایط چی؟ خب این مسئله رو جداگانه من خودم میخواستم در یک از برنامه بگم، چرا که ما مسئول هستیم که حقیقت رو بگیم و اگر واقعا حقایق رو گفته بودیم در زمان رژیم های قبلی مردم اعتماد نمی کردن اینقدر به آخون و ملا و علما، نگفتیم، گفتیم زوجا میشه، بعدشون میاد، اتفاقاتی میفته و هست بالا میفهمان که اگر احبا عامل بودن اکنون جمیع من علال عرض مؤمن شده بودن در زمان حیات خودش. پس یه اشکالاتی وجود داره. من خودم یادم میاد بعد از اینکه خدمت نظام و سربازی تمام شده بود با شهر کازرون با درجه گروانسهی و فلان و منتظر بودم که به مهاجرت آفریقا برم، خواهرم در یک از دبیرستانهای شیراز که بین چهارراهی بود که از یک طرف به فلکی گاز از یک طرف به دروازه سعدی، فکر کنم یه سال یا سن اسمها یادم رفت، 35 سال نه با ایران سرکار دارم، در اون مدرسه تبلیغات اسلامی ها و حجتی ها مرتب به امر حمله می کردن و محفل روحانی شیراز اعلام کرده بود که در مدرسه هیچ کس حق تبلیغ نداره و مدیر مدرسه اسمش یادمه، اسمشون یه خانم بود، گفته بود که به خواهرم که شما یه نفر رو بیارید، این خانم معلم تعلیمات دینی هم ایشون رفته بود از انجمن حجتیه، اتفاقا یکی از همکلاسی های خودم بود که بعضی وقتا حتی پول هم قرض میگرفت و اصلا اهل دین و اینا نبود، ولی چون میدادن در دانشکده ادبیات بدون کنکور وارد میشدن، اونایی که عضو حجتی میشدن یکی پر از کتاب های بهایی که بعضیش خود ما بهایی هم نگه نمیداشتیم و به مجادله. مقصود این قسمت هست. حالا خود بحث چطور شد دست جلسه بیشتر از یک ساعت وقت میگیره. این رو من وقتی تعریف میکردم برای یکی از دوستان که فکر میکنم خیلی در شیراز بود، اسم ایشون هم هست، در نیجریه مهاجر بود، گفتش که اگر که محفل روحانی شیراز فهمیده بود که شما رفتید در این جلسه شما رو طرد میکرد. والا میفهمان همه چیتون رو فدای امن کنید. خب حتی رأی من بنده میتونستم فدا کنم، چرا که میفهمان اگر تبلیغ منقطع شود، اگر تبلیغ تعطیل شود تعییدات منقطع میشه. همین الان هم در این شرایط در ایران به دولت میفهمان تبلیغ مثل
مثل نماز و روزه است. یعنی ما نمی‌تونیم، یعنی ما خیانت کردیم به هموطنان که ازمون سوال کنن و جواب ندید. مثل اینکه من نوری در دست دارم، یک همه در تاریکی هستن، منم خاموشش کنم. این امکان نداره. بنابراین حقایق رو باید گفت و چند تا مطلب اینجا من دارم که میخونیم. البته مثلا اینجا بخونیم، اول مطلب رو باید تجزیه تحلیل کنیم. دست با الله میفرماید بچه عالم به لامذهبی متوجه در کل سنین بل در کل شهور بل در کل ایام از ایمان و عرفان و ایقان بعید و به زنون و اوهام نزدیک. شما هر سال، حتی هر ماه، حتی هر روز از ایمان و ایقان و عرفان مردم دور میشن و به خرافات دارن نزدیک میشن. هامدتی به این نفع خواهد بود. حالا میخونیم تو مقاله، هدف این هست که افراد ایمانشون رو از دست میدن. افراد وقتی ایمان رو از دست میدن، امید رو از دست میدن. وقتی امید و ایمان از دست بدن، خرافاتی میشن و حکومت بر این گروه آسون میشه. هر دروغی رو باور میکنه، هر ظلمی رو تحمل میکنه و بودجه های عظیم و سیستم های عظیم انجام میشه که این کارها که بله که مردم رو به اون حالت ناامیدی و اون حالت بیچارگی بندازن، به اون حالت بی ایمانی برسونن و بتونن به آسونی بهشون تسلط داشته باشن. خب این بیان رو ادامه میدیم که میفرماین و به زنون و اوهام نزدیک تا مدتی به این نحو خواهد بود، چنانچه میقات آن در کتاب الهی نازل و ثبت شده. و حق میدونه تا چه مدت. این نیستش که مثل آقای سوربی گفته بود این که حکومت دینی تمام شد و نه، این یک مراحلی است که حالا مثلا داریم حالت تهوع داره مردم، از مسموم شدن از یه غذایی چند روزی باید استراحت کنن، ولی بدون غذا و دوا و غذا در حالت سلامتی نمیشه زندگی کرد. ولی الان حالت اشمئزاز بهشون دست داده، حالتی مشمئز کننده از این تسلط و حکومت‌های دینی که اصلا بوی از خدا و انصاف و عدل و عشق و محبت و تکامل نیست. همش پسروی هست و خودخواهی هست و ظلم هست و این میقاتش نازل و ثبت شده که چقدر طول میکشه. مثل هر مریضی دیگه، هر مریضی دیگه دکتری میدونه این 3 روز دورانش، این 15 روز دورانش، این 3 هفته است دورانش. فمان میقات آن در کتاب الهی نازل و ثبت. بعد از انقضای مدت مذکور در کتاب وقتتاً امر الله متفق و جمیع نفوس به او متوجه، به طور ناگهانی دیانت بهایی وجودش مشخص میشه، همه متوجه وجود دیانت بهایی میشن. متفق یعنی رشد میکنه، بالا میره و همه متوجه میشن و جمیع نفوس به او متوجه. زود است که انوار امر عالم را احاطه نماید، اگرچه حال وجود به شد طرف کفر متوجه، لکن از برای او میقات مقرر. این از کتاب امر و خلق جلد 4 صفحه 470-480. باز در بدایع الآثار سفرنامه هست عبدالبها در آمریکا و اروپا جلد اول صفحه 289. در هنگام مشی یعنی قدم زدن، چند عمود، چند ستون که از زلزله شدید سابق یادگار مانده بود. دقیقاً من اون کتابو ندارم فارسی شد، ولی میشد مراجعه کنم روی اینترنت که این در چه شهری بودن، شاید کالیفرنیا، زلزله شدید سان فرانسیسکو، شاید زلزله دیگه‌ای.
فقط چند ستون باقی مانده بود به یادگاه به نظر مبارک رسید. فرمودن تغییر اوضاع عالم و غلبه امر بهایی به جایی خواهد رسید که از سایر امور جز نمونه ای مانند این عمودها باقی نخواهد موند. سایر امور همه نابود، چند یادگاری فقط، مثل چند عتیقه و امر الله فقط طلبه و سلطه بگیرید. بقیه امور یعنی همین ایدئولوژی ها و سیستم ها و این بت هایی که هر روز میتراشند و عکساشو میذارند. من بخوام اسم بیارم اصلا فهمیدن زبان را به یاد گمراهان نیالایید زیادم، ولی یک نبوت و یا پیشگویی در کتاب مقدس هست که ملکوت الهی رو هست مسیح تشبیه میکنن. یه بارم گفتم اینو براتون تکرار میکنم، مثل یک باغبانی که نهالی رو میکاره و تا زمانی که اون نهال رشد نکرده به طور و قوی نشده علفهای هرز میروید، ولی وقتی که نهال قوی شد همون حال موقعیتی که در این میخونیم در این لوح که از طبعا میفهما، وقتی که نهال قوی شد باغبان اون علفهای حز رو میچینه میکنه میبره و به آتش میندازه. این علفهای حز که الان که راجع به امر هست باالا یه عده اصلا نمیدونن، یه عده فقط دروغ و خرافات و تهمت و افترا میدونن و یه عده هم واقعا میدونن و میترسن و چون منافعشون در خطره میخوان دنیا رو قورت بدن و یک درصدی هستن که میخوان به 99 درصد دیگر رو به برده تبدیل کنن که کردن و اینها مبارزه میکنن ولی نمیگن ما داریم مبارزه میکنیم. بنابراین این اون حالته که از بقیه امور چیزی باقی نخواهد ماند. حالا این کلماتی که به کار رفته نشون میده چطور ممکنه از سایر امور چیزی باقی نمونه ولی اون سایر امور بیان حکومت کنن به امر بهایی. فرقش اینه که در حکومت بهایی ها مبارزه نمی کنن، انقلاب نمی کنن، جنگ نمی کنن، اسلحه به دست نمی گیرن، ولی در حال ساختن اون مدینه فاضله‌ای که وجود داره، حقیقتی درش هست، یوتوپی نیست، یعنی تخیلی نیست. و الان نمونهشو داریم با 6-7-8 میلیون بهایی در سراسر عالم. ما مشغول ساختن این بتون‌ها و سنگ‌ها و ستون‌های قوی هستیم که وقتی که این بولدوزر مشیت الهی این خرابه‌هایی که قابل سکونت نیست از سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی قبلی، نظم قدیم که اصلا نظم نبود، از بی‌نظمی قدیم رو این بولدوزرهای مشیت الهی تمیز کرد، این سیستم و ستوان که افراد هستن، افراد خیرخواه، افراد بی‌تعصب، افراد پاک، افرادی که خودمحور و خودخواه نیستن، این افراد این نظم بدی رو به وجود میارن. این افراد ممکن حتی اسمشون بهایی نباشه، ولی امرا فهمدن 2% در حال حاضر بدون تبلیغ 2% مردم عالم بدون که اسم است بالا شنیده باشن شخصیت، طرز فکر و رفتار بهایی دارن. یعنی میتونن در این وحدت عالم انسانی در ملکوت الهی جا بگیرن و تنازعی نخواهند، نزاعی نخواهند. باز یکی دیگه از پیشگویی‌های هست مسیح در راجع به ملکوت دوباره پیش میاد. در این پیشگویی هست مسیح میفرماید که ملکوت مثل یک جشنی است که پدری برای پسرش میگیره و تمام بزرگان شهر رو دعوت میکنه. ما میدونیم که حضرت بهاءالله موعود جمیع ادیان در نماز میخونیم از زهر مکلمت و مشرق ظهور، کسی هست که در طور سینا با هست موسی صحبت کرد، کسی هست که موعود جمیع ادیان هست، کسی هست که
وقتی که میگن یوم الله یوم یقوم رب و خداوند بدون واسطه، نه جبرئیلی نه روح القدسی بدون واسطه با بشر در تماس است، چرا که این نیروی وحی مثل یک کتاب قرآن نیست، خیلی بیشتر از این است و جبرئیل تحمل نخواهد کرد. میدونید در داستان معراج جبرئیل در آسمان چهارم مون و این تماس و حقایقی رو که هست بالا برای بشریت میخواستن بیارن که یا هست اعلا که میفهمان در کتاب ایقان در دو شبانه روز نازل شده و تمام این حقایق است که در آینده فرق عظمت تفاوت عظمت امر هست بالا با بقیه ادیان مشخص خواهد شد. میگه که در این پیشگویی هست مسیح داستان رو این صورت که این پادشاه میاد بزرگان شهر رو دعوت میکنه و هست بالا در واقع اول ملوک، سلاطین، امرا، رؤسای جمهور و ملکه را به جشن وحدت عالم انسانی و ملکوت الهی دعوت کردن و داستان میگه که اون پیشگویی، اون مثل میگه که و هیچ کس نیومد از بزرگان، همه گفتن کار داریم و چندین بار من این داستان رو گفتم و صاحب مجلس این پدر گفت که درا رو باز بذارید هر کسی میتونه بیاد تو و این الان هست، واقعا هر کسی وارد امر بهایی میشه، سخت نمیگیرن. ولی بعد که رئیس یا اون پدر درها رو میبنده و میگه که شما که به احترام بهتون گذاشته شد به جشن عروسی پادشاه مثل یک پادشاه دعوت شدید، هر کسی که احترام نذاشته به جشن و لباس عروس، لباس اون ضیافت رو، لباس مناسب با احترام، یک مثالی یعنی اخلاق و شخصیت خودش مطابق ملکوت، مطابق که در اون وحدت عالم انسانی جا میگیره نکنه، خودش رو منطبق نکنه با اون نظم بدی است با الله، اونا رو از روی پشت بام پادشاه دستور میده به بیرون پرتاب کنه. و حالا این حکومت به این شکله، نه اینکه احبا جنگ و جدال میکنن یا براندازی میکنن یا انقلاب میکنن، استغفرالله، اون واضح مشخصه که احبا در چه شرایطی و در چه حالتی همیشه فقط بفهمان به بیان، به بیان و حکمت و خودش، خود حق اون ملکوت رو مستقر میکنه. وظیفه ما این است که این بلوک های سیمانی که افراد هستن، این ستون ها، این نقشه ها، این فعاله، اینا رو مرتب خوب تراشیده، صیقلی داده، شکل و فرم داده، آماده برای اون ساختمان عظیم. و بیانات هست ولی امرالله فرمان این هیجان و استراب هیچ شبهی نبوده به امن و امان و راحت و اطمینان و ارتفاع امر الهی و تعزیز و نصرت و تذلیل و پریشانی اعدام مبدل خواهد شد. امر الهی، تعزیز و نصرت، احبان نصرت و دشمنان ذلیل و پریشان. بعد اون ذلیل و پریشان میاد حکومت میکنه به باید کل در اعتماد و اتکال چون جبل راسخ باشی و در اظهار عقاید امریه خیش هوشیار و بیدار باشی. این قیوم مظلمه به مرور ایام متلاشی گردد و حکمتهای بالغه احدیه من بعد مکشوف و واضح شود. ایزن می فرمایند وقت آن است که نور این تعالیم کافیه شافیه که کافل نجات و استخلاص این عالم پر اختلاف و ظلمات است، به همت آن حبیبان و استقامت دوستان و حکمت یاران و خلوص و جانفشانی احبا بر عالم بشری پرتو این شدید افکند تا امر جلیل حضرت بهاءالله و قوه حضرت عبدالبها عالم کون یعنی هستی را به اهتزاز آورد. احبای الهی منصور و مظفر گردن و عدای الهی مقهور و معدوم. مجبور نیستن عدا بمونن، اصلا فهمان نفسی را بیگانه نخوانید، این در باز به روی همه.
امر الهی سلطه جهانگیر یابد. قوای ملکوت بر ممالک و افراد بشر مستولی گشته، این قطعه زمین گلزار و گلشن گردد. پس باید به امید همچون روز مبارکی در نهایت شور و همت و توکل و اعتماد در قیام بر نشر نفحات نماییم و قیام بر نشر نفحات نماییم تا به مقصد اصلی فائز گردیم و امر الهی را به تمام قوا نصرت نماییم. مواده آسمانی جلد سوم صفحه 25 30 تا 30. و واضح هست که در کتاب اقدس ما قوانینی داریم در مسئله قتل و زنا، کسی که خونه کسی رو آتیش بزنه، و قوانین شخصی و قوانین عمومی. آیا اینا رو ما در آینده حکومت اینا میاییم در حظایر قدس زندان درست میکنیم؟ اینا پیش بالاخره وقتی که اون همینجور که از بالا میفهمن مردم خسته شدن از این سیستم کنونی و دیدن هیچ کدوم نتیجه نمیده، عالم متوجه امر الهی خواهد شد. البته ممکن در زمان بنده و بچه های بنده هم نشه، ولی حقیقت رو باید تشخیص داد و شناخت و فهمید. یه مقاله با اجازتون میخونم، شاید چون هنوز روی این مسئله هستیم خیلی داره وقت زیاد میذاره، این مقاله شاید طولانی باشه. خانم الهام افلان نوشتن، آینده جهان عنوانش هست و در مجموعه به نام مطالعات معارف بهایی جلد 7 مجموعه مقالات مؤسسه معارف بهایی. موضوع این بحث نگاهی به دیدگاه و عقاید چند تن از نویسندگان انگلیسی زبان راجع به آینده جهان و مقایسه آن با معتقدات بهایی است. میبخشید اگه کمی تون میخونن، اون بالاخره این برنامه ضبط شده است، میتونی چندین بار تکرار بشه اگه مطلبی افتاد. به طلب لعظم الهی در آغاز پیام صلح جهانی در سال 1985 چنین میفرمایند: صلح بزرگی که آرزوی دل و جان نیکندیشان جهان در قرون و اعصار بوده و در بارش عارفان و شاعران در نعس‌های پی در پی سخن گفتند و تا در کارگاه خیال نمودارش ساختند، صلحی که تحققش ندیده تمام کتب مقدسه در هر دور بوده، حال به دستیابی ملل عالم نزدیک گشته. نگرانی درباره آینده جهان در چه بدون شک یکی از خصوصیات قابل توجه دنیای امروز است، ولی منحصر به این دوره نیست. مردم در تمام طول تاریخ خود را به این فکر مشغول کردند و آیا آینده بشر به چه صورت خواهد بود؟ البته در سالهای اخیر تفکر در مورد آینده بشریت فوریت و اهمیت بیشتری یافته، چون هر روز ترس از جنگ اتمی و شیمیایی، فقر و بیخانمانی، اختلافات مذهبی و جنسی، انهدام محیط زیست، مشکلات شخصی و خانوادگی و بسیاری مشاکل دیگر فکر اغلب مردم را به خود مشغول کرده و بیش از پیش یادآور آن شده که باید چه در افراد و چه در جامعه تغییراتی اساسی و کلی به وجود آید، وگرنه احتمال آن می‌رود که آینده نوع بشر با فاجعه عظیمی روبرو شود. سعی و کوشش عده زیادی از مردم روشنفکر برای حصول صلح و نظم جهانی از نتایج درک این حقیقت است. تحولات سالهای اخیر در سرتاسر جهان برای اهل بها نشانه نزدیکی وقوع بشارات مبارکه راجع به صلح اصغر است، ولی برای دیگران این اتفاقات باور نکردنی و غیر قابل فهم و در بسیار موارد باعث استراب بیش از پیش است. با وجود این میبینیم که رهبران این جهان بدون اینکه به نتیجه کارهای خود واقف باشند و در حرکت به سوی صلحی هستند که جمال مبارک وعده فرمودند. جمال مبارک عنوانی است از حضرت بهاءالله. و همکنون نیست بسیاری از این سران در باره این نظم بدیع جهانی سخن میگویند بدون آنکه مبدأ این عبارت را بدانند. چنین تصوراتی راجع به آینده دنیا در ادبیات جهانی نیز سهمی مهم داشته و دارد. از جمله مسائل بسیار مشهور مدینه فاضله در جمهوری افلاطون
و جمله در جمهور افلاطون، کتاب جمهور افلاطون. بسیار از نویسندگان قبل نیز در این مورد تحقیقاتی کرده و مطالبی به رشته تحریر در آورده. از جمله شخصی به اسم توماس مور است که در قرن 16 میلادی در انگلستان کتابی نوشته به اسم یوتوپیا که شهرت جهانی یافته است. کلمه یوتوپیا ریشه یونانی دارد، از دو قسمت تشکیل شده، اور به معنی نه، توپوس به معنای محل یا مکان، بنابراین یوتوپیا یعنی هیچ کجا یا ناکجا آباد. کتاب مور درباره جزیره است تخیلی، از همه جهت کامل و بی عیب است. کلمه او در زبان یونانی به معنی خوب نیز آمده و بنابراین اوتوپیا معنی دیگر نیز دارد، با آن محل خوب یا به عبارت دیگر همان مدینه فاضله است. در قرن بیستم در زبان انگلیسی کلمه دیگری نیست بر همین قیاس درست شد که آن را دیستوپیا نامیدن. دیست یعنی بد. در نتیجه این کلمه یعنی جایی که هر جهت بد و ناشایسته و نادرخواه باشد. متاسفانه تا جایی که من میدانم معادلی برای آن در زبان فارسی وجود ندارد، اگر که بگیم خراب آباد. بعضی از این کتب درباره محلی خیالی و از دیگر راجع به زمانی در آینده است. تا در حدود قرن 19 اغلب کتبی که به عنوان نوشته میشد خوشبینانه بود و جهانی کامل و سرشار از صلح و دوستی و خوشبختی را عرضه میکرد. در قرن 20 وقوع دو جنگ جهانی و به وجود آمدن دول دیکتاتوری ایدئال‌های ترقی و پیشرفت را تا حد زیادی از بین برده یا دگرگون ساخت. بنابراین چنین کتبی بیشتر حالت بدبینی به خود گرفت و دم از خرابی و نابودی جهان میزند. در هر صورت هر دوی این نوع کتب از طرفی از جامعه معاصر نویسنده انتقاد کرده و از طرف دیگر جامعه دلخواه و مورد پسند او را شهر میدهد. در کتابهای مورد مطالعه چند تم مشترک دیده میشود، چند موضوع مشترک دیده میشود که بررسی آن حائز اهمیت است. یک، پیشرفت و ترقی. دو، اهمیت تاریخ. سه، طبیعت انسان. دو کتاب که هر دو در اواخر قرن 19 نوشته شده نمونه بارز اعتقاد به قابلیت انسان برای ترقی است. نیوز فرام نوور، اخباری از هیچ کجا اسم کتاب است که نویسنده آن ویلیام موریس است و لوکینگ بکورد، نگاهی به عقب، توسط ادوارد بالانت نوشته شده. بالام نوشته شده هر دو دنیایی را در آینده تصویر می‌کنند که سرشار از صلح و سلام و شادی و سرور است. مردم همه سالم، قوی، زیبا هستند. همه اشیا و اجناس مشترک است و تساوی حقوق اشخاص مبتنی بر این اصل است که همگی اعضای نوع بشرند. هر دو نویسنده جامعه معاصر خود را محکوم می‌کنند. هر دو نویسنده جامعه معاصر خود را محکوم می‌کنند، ولی معتقد به آینده‌ای درخشان و اصلی ذهبی است. به عقیده موریس بزرگترین گناه قرن 19 دورویی و سوء استفاده طبقات بالاتر اجتماع از فقرا و ضعفا است. در نتیجه دنیای ایدئال او دنیایی است که در آن پول و مالکیت شخصی به کلی از بین رفته و طبقات اجتماعی وجود ندارد و حکومت به جای اینکه مرکزی باشد توسط عامه مردم اداره می شود. بنابراین آزادی کامل برقرار است. بلامین نیز آداب و خصوصیات قرن 19 را محکوم می کند، ولی هدف حمله او خودخواهی و استقلال فردی بیش از حد است. با آن را نتیجه اعتقاد مردم به این که حرص و خودپرستی از خصوصیات لازمی انسان است می داند. بنابراین مدینه فاضله او جهانی است که در آن رقابت و خودخواهی جای خود را به اتحاد و همکاری در ظل یک سیستم بسیار مرتب داده و در چنین جامعه ای دولت و حکومت مسئول تدارک ضروریات زندگی، تعلیم و تربیت، تأمین راحت و سعادت افراد است. با وجود این که دلخواه دو نویسنده با هم متفاوت است، ولی هر دو صد درصد معتقد به قابلیت انسان برای ترقی است. امیدواری آنها مبتنی بر ایمان به این است که بشر دارای استعداد سرشاری است و به شرطی که محیط زندگیش خوب باشد میتواند از این استعداد به نحو بسیار خوبی استفاده کند. بنابراین به گفته آنها اگر جامعه بشری بهبود یابد و مساوات و عدل در مؤسسات اجتماعی برقرار شود، طبیعت انسان نیز عوض خواهد شد و آینده بشر منجر به نظم و صلح و سلام خواهد گشت. ولامی در آخر کتاب خود می‌نویسد سپیده اصل جدید در شرف طلوع. همانطور که ذکر شد اعتقاد مردم نسبت به ترقی نوع انسان و آینده او در قرن 20 تبدیل به یأس و بی‌ایمانی شد.
یکی از دلایل این تحول فکری سلب اعتقاد و اهمیت بیشتر و عدم ایمان به معنای تاریخ است. در متون کتبی که از نوع دیستوپیا و توان با بدبینی و ناامیدی است، یکی از آلات ظلم و ستم، توجه کنید دوستان، یکی از آلات ظلم و ستم رؤسای امور پایمال کردن و از بین بردن تاریخ است. عمرای مستبد به وسیله قطع ارتباط مردم با سابقه تاریخی خود و متقاعد کردن آنها به اینکه تاریخ معنی و اهمیتی ندارد، آنها را متقاعد می کنند که زمان حال و زندگی جسمانی حاضر تنها چیزی است که ارزش دارد. زندگی و مرگ هر دو بیمعنی است و در نتیجه عواقب و نتایج اعمال مفهومی ندارد. حالا می بینید چرا خیام اینقدر در غرب طرفدار داره؟ چرا که به وسیله اون این حالت ناامیدی و فاتالیسم رو به وجود میارن افراد که گذشته‌ای وجود نداره، آینده‌ای هم وجود نخواهد داشت، فقط خودتون رو بدید دست ما سوارتون میشیم، شما هیچی نخواهید فهمید، تا میتونید شراب بخورید و هر کاری دلتون خواست بکنید، ما هم که حواسمون جمع است میدونیم چه کار کنیم. و همین کار رو در نظام موجود، رژیم موجود در ایران میکنه که مردم رو از اون احترامی به که سابقه تاریخی خودشون دارن، مخصوصا دیانت بهایی که اینقدر تکرار کرده است عبدالبهای اونقدر راجع به عظمت ایران فهمودن، اینا رو باید هر دو از بین برد به زعم این حضرات. در چنین عوالمی، مثلا در کتاب Brave New World، دنیای جدید، که توسط آدولوس هالسی نوشته شده، اطفال در مدرسه هیچ چیز درباره ادبیات ادیان، فلسفه یا هر چیز دیگر که اهمیت تاریخ داشته باشد نمیخوانند. مثل همین الان کتابای درسی بچه‌ها در ایران. فارنهایت 451 اثر ری برادبری حتی از این هم پیشتر رفته و همه کتاب‌ها از بین برده شده و حکومت هر کتابی را ببیند می‌سوزاند. ولی این کار به ندرت لازم است، چون که اغلب مردم به خودی خود مطالعه را کنار گذاشتند. کتاب 1980 نوشته جورج اورل حتی از این هم هولاکتر است، زیرا حزب حاکم افکار مردم را چنان تحت نفوذ قرار داده که فقط آنچه حکومت بخواهد حقیقت محسوب می شود و دولت بنا به میل و صلاح خود آنچه را حقیقت شمرده می شود به مردم تحمیل می کند و هرچه مخالف آن است آن را از بین می برد. در عمل هیچ چیز در گذشته ایام واقعیت ندارد. تحریف تاریخ می کند، چون با هم می ریزند، درون سن وجود نداشته، سن این همچین چیزی نیست. از آنجا که دولت ناظر کوچکترین اعمال و اقوال مردم است و ارتباط مردم را با گذشته خود به کلی قطع کرده است، هیچ میزانی برای مقایسه و یا ابراز عدم رضایت وجود ندارد و شورش و انقلاب نیز غیر ممکن است. به خاطر همین میخوان دیانت بهائی را قلقم کنند. دیانت بهائی به آفریقایی صحبت وجود یک نژاد انسانی، سیاه‌سفید، زرد، سرخ میکنه. زن و مرد مساوی هستند. گذشته بشریت رو هیچ نیست راجع بهش و حتی توضیح داره راجع به تمام این امثال آدم و حوا، به هم تکامل معتقده هم به آفرینش، یعنی آفرینش روحانی بوده و تئوری تکامل هست. عبدالبهاء درباره داروینیسم میفرمایند که بطلان این تئوری مثل روز، مثل ظهر، مثل خورشید ظهر واضح و بازور بطلان خواهد شد، چون که اصولا داروینیسم میخواد ثابت کنه که یک نژاد برتر از روی سلکشن به این مقام رسیده و بقیه نرسیدن. حالا حتی اگر از اول مثل هم بودن، اونی که الان رئیس ریاست میکنه اون برتره، در حالی که در دیانت بهائی مسئله تربیت و موقعیت و مسئله تساوی و ایجاد موقعیت و حقوق تساوی بین جمعی بشر و از بین بردن جنگ ها که تمام انرژی، چه مالی، چه فکری، چه جسمی، تمام منابع رو از بین میبره. عدم ارتباط با گذشته و ریشه های تاریخی بشر عاملی است مخرب که انسان را تبدیل به موجودی ناچیز و بی اهمیت میکند و قدرت تصور پیشرفت به سوی آینده بهتر را از او سلب می‌نماید. به عبارت دیگر، قطع ارتباط با گذشته باعث قطع ارتباط با آینده می‌گردد و امید را که محرک
و امید را که محرک ایجاد تغییرات است از انسان میگیره. برای بسیار از خوانندگان کتب توأم با بدبینی راجع به آینده قانع کننده تر و واقعی تر از آنها که حاکی از خوشبینی است میباشد و به همین دلیل است که کلمه یوتوپیا اغلب به معنی خیالی و غیرعملی گرفته میشود. اعتقاد به آینده خوب و سعادتمندانه ارتباط مستقیم با اعتقاد به شرافت طبیعت بشری دارد. گروهی معتقدند که انسان اگر در محیط مناسب و درست ریشه کند قابلیت ترقی و وصول به فضیلت را دارد. این تعلیمات بهایی است. گروه دیگر فکر میکنند که بشر نوعا ضعیف، خودخواه، شرور است و فقط به دنبال کسب قدرت و سوء استفاده از دیگران میباشد. دیدگاه اخیر در دنیای امروز بیشتر رواج دارد. اون دیدگاهی است که از بالا میفهمند به عالم بشری به سوی بی ایمانی و بی ایقانی و ناامیدی در حال حرکت است. در دنیا هم بیشتر رواج دارد و اغلب مردم به نحوی آن را قبول کردند. در هر صورت هیچ یک از این دو نظریه امید زیادی برای ترقی نهایی و بهبود طبیعت بشری نمی‌دهد، چه که یکی شرافت را خارج از ظرفیت انسان می‌داند و دیگری آن را موکول می‌نماید به پیشرفت جامعه. خود امری است بسیار مشکل. کتب مورد بحث روی هم رفته نمودار مشکلات جهان امروز، راه حل این مشکلات و نتیجه آن در جهان در ایجاد جهان فرداست. به طور خلاصه می‌توان گفت که حکایاتی که در مورد آینده نوشته شده چه خوشبینانه و چه بدبینانه حد از جامعه معاصر انتقاد میکنه. نویسندگان قرن 19 از دروی خودخواهی، حرص و طمع و خودفریبی اجتماع شکایت میکنند. نویسندگان قرن 20 علاوه بر اینها تمایلاتی بسیار خطرناک و مهلکتر را محکوم میکنند، از جمله اعتیاد به زور و جبر، گرایش به مرکزیت افراطی، فقدان آزادی، بیرحمی و وحشیگری ذاتی انسان. همه اینها نویسندگان متحد فکرند که دنیا باید تغییری اساسی یابد. همچنین عقیده دارند که بهبود وضع جامعه هم مستلزم تأمین احتیاجات مادی و ظاهری و هم آزادی و استقلال معنوی و فکری و اخلاقی است. اختلاف بین دو گروه بر سر این است که آیا این بهبود چگونه باید پیش آید؟ و مهمتر آنکه آیا چنین تحولات عمیقی کلن ممکن است یا خیر؟ کسانی که با خوشبینی به آینده می‌نگریستند به ترقی و پیشرفت انسان معتقد بودند. فکر می‌کردند که اگر جامعه بر اساس عقل و منطق و خیرخواهی برای همگان ترتیب یابد، مردم نیز دگرگون خواهند شد. جنگ و جدال و جنایات و ظلم همه از بین خواهد رفت و صلح جهانی و سعادت کلی جایگزین آن خواهد شد. کسانی که بالعکس نسبت به آینده بدبینند، با توجه به جنگ‌های جهانی و همه خرابی‌هایی که در عالم موجود است، دلیلی برای اعتقاد به پیشتر و تکامل انسان نمی‌بینند و تنها امیدشان این است که اوضاع دنیا از آنچه فعلا هست بدتر نشود. غایرین و گروه واجب نقش تاریخ نیست متضاد است. گروه اول تکامل انسان را امری بدیهی می‌شمارند، ولی نمی‌توانند ارتباطی بین گذشته جهان و آینده آن ببینند. گروه دیگر اهمیت این ارتباط بین تاریخ گذشته و مرحله بعد در تاریخ انسان را می‌دانند، ولی نمیتوانند هدف تحولات تاریخی را درک کنند. به طور کلی یوتوپیا وعده آینده سرشار از شادمانی و صلح و نیکی و ترقی میدهد و دیستوپیا برعکس به شکست این وعود اشاره کرده، آینده بسیار بدتر از حال پیش بینی میکند. دید عالمگیر دیانت بهایی راهی برای افتادن این دو عقیده عرضه میکند بسیار جالب و قابل استفاده. نگفته پیداست که آثار و نصوص امری به هیچ وقت قابل مقایسه با کتب و نوشته‌های دیگر نیست. اما مطالبی که در الواح و آثار مورد بحث قرار گرفته بسیار وسیع‌تر و جامع‌تر از آنچه تا به حال صحبت آن شده. ولی آثار دیانت بهائی کم و بیش همزمان با کتاب‌های مذکور نازل شده. مانند آنها متوجه به ظهور اصل جدید و سعی و کوشش برای ایجاد دنیای بهتر. چرا؟ چون همون مثلی که باغبانی که داره آب میده به اون نهال علف‌های هرز هم می‌روید. یعنی این الهامات وحی که میرسه از تبارک نزول میکرد الوارا از عبدالبها، افراد باهوش و نگران حال بشری هم یک چیزایی میشنیدن، یک حالتایی، یکی مارکس فقط اقتصادش رو دید، اون یکی فقط روانشناسیش رو، اون یکی فقط مسئله زنان رو دید و هیچ کدوم کامل نیست. در حالی که نظم بدی از تبارک همه پرسپکتیو رو میبینه و به بشر نشون میده و نتیجه چیه؟ فهمان وحدت عالم انسانی. این
بشر شکست ناپذیر میشه و موفق در هر قدمی که برمیداره اگر هدفش وحدت عالم انسانی. دید دیانت بهایی نسبت به آینده 100% امیدوارانه است. آثار مبارکه همگی رویای ایمان و ایقان کامل به آینده درخشان برای نوع انسان است. این وعده صلح جهانی به بهترین و واضح‌ترین وجه در پیام بیت العدل اعظم الهی بیان شده که می‌فرمایند استقرار صلح جهانی نه تنها امکان دارد بلکه اجتناب ناپذیر است و مرحله بعدی در ترقی و تکامل عالم است. البته بیت العدل اعظم بعد از بیان این است چنین ادامه می‌دهند: صلح جهانی آیا فقط بعد از وقوع وحشت و بلای عظیم که مولود تمسک مصرانه بشر به روش‌های ناهنجار قدیمی است باید تحقق یابد، یا آنکه از طریق اراده و عزمی راسخ که نتیجه مذاکره و مشورت میباشد حاصل خواهد شد؟ اختیار یکی از این دو راه امروز در مقابل اهل عالم قرار گرفته است. یا می‌نشینیم مثل افراد بالغ مشورت می‌کنیم بدون تعصب راه حل پیدا می‌کنیم، یا مثل بچه‌ها دستمون که سوخت داد و بیداد و وای و افغان و ناله و دوباره اون کار رو تکرار نمی کنیم که ظاهرا هنوز نسوخته به اون شکل، یا فقط یه بعضی قسمت ها سوخته هنوز عالم بشری تکون نمیخوره. یعنی تو اخبار شما میبینید بدترین خبرها رو میدن بعدش تبلیغاتی میذارن که واقعا مثل همه خواب هم. بنا به تعالیم بهایی تحول در جامعه موکول به تحول درونی افراد است. در طول مدتی مدید انسان یا به صورت موجودی گناهکار و شرور یا به عنوان نوعی حیوان پیشرفته دیده شده. بنابراین قبیل عقاید بسیاری زورگویی و تجاوز را در خمیره بشری سرشته می دانند و از میان بردنش را مستحیل و غیر ممکن می شمارند. نتیجه چنین نظر و اعتقادی تضادی است که امور بشر را فلج می سازد. زیرا از طرفی مردم تمام کشورها اعلام می کنند که نه تنها حاضر به صلح و سلامند بلکه آرزومندند که صبح صلح و آشتی بدمد، و از طرف دیگر بی‌دریغ مهر قبول بر این نظر می نهند که چون نوع انسان ذاتاً خودپرست و متعدی است از بنای نظام اجتماعی در عین حال مترقی و صلح‌آمیز و متحرک و هماهنگ باشد عاجز و ناتوان است. ولی بنابر تعالیم امر مبارک انسان علاوه بر زندگی جسمی صاحب روح نیز هست و این مقام روحانی است که به اون نجابت و شرافت خاصی می بخشد و او را اشرف مخلوقات می نماید. انسان قابلیت آن را دارد که تربیت شود و از موجودی خشن و ظالم و خودپرست تبدیل به موجودی سوطلب، روشنفکر و روحانی گردد. افراد عالم انسانی باید چنین تغییر یابند تا آنکه جامعه نیز دگرگون شود. وقت تمام است ولی آثار بهایی و الواح بهایی و کتب بهایی در دسترس همه عزیزان به بیش از 800 زبان مختلف از جمله آثار بدون ترجمه فارسی و عربی، عربی های ساده، آثار فارسی بعد کافی برای اینترنت دوستان بهایی میتونید قرض بگیرید و به برنامه های بهایی توجه کنید. و با تشکر از صبر و حوصله تا فرصت دیگر و برنامه دیگر در آینده انشاءالله همه شما را به قادر متعال می سپارم و برای تان برکت در راه ترقی روحانی و معنوی آرزو می کنم. در پناه حق سلامت و پیروز باشید.